این سه مرحله واکسن کوپارس آیا توی ژورنال بین‌المللی منتشر خواهد شد یا نه؟ طبیعتاً شما وقتی آخرش می‌خواید عنوان کنین که ما یک مطالعه انجام دادیم و اون محصولتون رو می‌خواید معرفی کنین، باید در یک ژورنال بین‌المللی اون رو پرزنتش کنین. شما نمیتونین بدون اعلام بگین من یک تحقیقی انجام دادم، نتایج این، خودم با خودم قضاوت کردم نتایج خوب و میخوام واکسن رو بیرون بدم. این ژورنال مشخصه یا هنوز انتخاب نشده؟ هنوز نه، بذارین کاراش انجام بشه و در موردش تصمیم گیری بشه. درباره تاثیر واکسن روی سویه‌های مختلف مثل سویه انگلیسی یا آفریقایی بررسی شده یا بعداً بررسی خواهد شد؟ ببینید بعداً بررسی میشه نه، اما یه نکته رو در نظر بگیرین. وقتی ویروس جهشی میکنه ممکنه این جهشه باعث بشه اون پاتوژنزش یا اون قدرت ویروس تغییر بکنه. خب آیا این جهش لزوماً باعث میشه که واکسن ها مؤثر نباشن؟ نه، لزوماً باعث این نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ در مورد واکسن‌های دیگه هم همین بوده. شما جهشی که شما میاین واکسن رو علیه جزئی از ویروس می‌سازین، یعنی اون قسمتی براتون مهمه که میاد به سلول انسانی میچسبه، اگر جهش در اینجا ایجاد بشه ممکنه که واکسن دیگه مؤثر نباشه. جهشی که در اینجا ایجاد بشه معمولاً قدرت چسبندگیش رو هم از بین میبره. وقتی جهشی ایجاد شده که همچنان مؤثره، احتمالاً تو این نقطه ایجاد نشده، تو جای دیگه ای از ویروس ایجاد شده. بنابراین وقتی که همچنان داره به بیماریزاییش ادامه میده، یعنی قدرت چسبندگی داره، باید واکسن هم مؤثر باشه. همونطور که مثلا در مورد واکسن های دیگه گفتن که همچنان مؤثره، طبیعتاً برداشت اینه که باید همچنان مؤثر باشه. اما شما چجوری میتونین ثابت کنین؟ ما الان در مورد واکسن این مؤسسه رازی، طبیعتاً اون از مطالعات حیوانیش وقتی آنتیبادی تولید میشه میان آنتیبادی رو بررسی میکنن آیا از بین برنده ویروس هست یا نه، و وقتی از بین برنده ویروس میگن این یک واکسن مؤثره. حالا باید ببینن آیا از بین برنده اون ویروس مثلا سوشه انگلیسی هم هست یا نه، بعد بگن از بین برنده اون هم هست و روی اون هم مؤثره. این قابل انجامه، چیز عجیب غریبی نیست، یعنی میشه اینو بررسی کرد ببینن قابل انجام هست یا نه. اما نکته نهایی این که جهشی که توی اون سایتی انجام میشه که واکسن داره ساخته میشه ممکنه و به احتمال زیاد خود ویروس رو هم بی اثر خواهد کرد. ممکنه حالا اگه وقتی اونجا ایجاد شد، اما مهم تکنولوژیه. وقتی تکنولوژی وجود داره، یه بار پروتئین ساخته شده، پروتئینی که تغییر کرده به سرعت بر علیه اون هم ساخته خواهد شد و شما میتونید واکسن متفاوتی داشته باشین که روی سوشه‌های جدید هم مؤثر باشه. آیا واکسن کوپارس مثل واکسن‌های مشابه خارجی نیاز به تایید اضطراری از WHO داره؟ حتما اینو می‌خوایم که ما باید سازمان‌های بین‌المللی هم واکسن ما رو هم تایید بکنن تا ما بتونیم اون رو برای استفاده عموم بیایم توصیه‌اش بکنیم. این یک واکسنی نخواهد بود اگر مؤثر باشه که فقط مختص مردم خودمون باشه، اینو میتونن مردم کشورهای دیگه هم استفاده کنن. اگر یک واکسن مؤثری باشه که فکر میکنیم که اینطور خواهد بود، طبیعتا نتیجه این مطالعه بهمون نشون خواهد داد که میتونه یک محصول جهانی بشه یا نه. بسته به شرایط سازمان های بهداشتی میان تصمیم میگیرن. شما یک بیماری دارین به شدت سرایت پذیر، یک ساله که کل جهان رو تحت تاثیر قرار داده، مرگ و میر بسیار بالا داره. تو کشور خودمون حتی اعلام شد مرگ و میر روزانه‌اش از مرگ و میر روزانه جنگ تحمیلیمون داره بیشتر میشه. شما وقتی یه همچین شرایطی دارین، شاید مجبور بشین اون معیارهایی که دارین برای تایید یک دارو، واکسن یا هر فرآورده‌ای یه خورده سبکتر بگیرین. شما مجبورین که به صورت اصرار اجازه بدین که اگر یک فرض کنین دارویی به صورت عادی یک مطالعه 5-6 ساله نیاز داره برای تایید، شما به صورت اصرار میتونین مجوز بدین. آیا تو تهیه این واکسن از کشورهای دیگه هم همکاری گرفته شده؟
واکسن کاملا طراحی شده، خود رازی هستش، همه طراحیاش اینجا انجام شده و کاملا ساخت داخل باید به حسابش بیارین. طبیعیه که شما تو هر صنعتی نگاه کنین یک سری ابزاری دارین که ممکنه مال کشورهای مختلف باشه، مهم علمیه که مال کجا بوده، علمش، طراحیش، همه چیش مال خود مؤسسه رازی بوده. هیچ کمپانی، هیچ سازنده ای از صادرات بعدش نمیاد، ولی اولین رسالت ما تامین نیاز داخل کشور است. انشالله وقتی نتایج فاز یک و دو بررسی بشه و به امید خدا تایید بشه، بر اساس اون ما میتونیم تصمیم بگیریم که تولید صنعتی داشته باشیم و قطعا تا زمانی که نیاز داخل کشور وجود داشته باشه، صلاح سیاستمداران ما یا سیاستگزاران حوزه بهداشت نیست که ما صادرات انجام بدیم، ولی قطعا هیچ کمپانی از اینکه صادرات داشته باشه بدش نمیاد. راضی میتونه اصلا نیاز کل کشور رو تامین کنه یا نه؟ اگر روندی که ما داریم برای تهیه زیرساختامون طی میکنیم هرچند با سرعت کوتاه دچار مشکل نشه، پیش بینی ما این است که انشالله ظرف یک سال میتوانیم نیاز قسمت اعظم از نیاز کشور رو تامین کنیم.